کسایی که مرد افغانستان میکشتین، در کجا افغانستان میکشین؟ چی رقم میکشین؟ در کجا میکشین که بیایم پیشتان؟ در سر کوی هندوکش بالا شد، در سر کوی تاجکستان بالا شد، یک روز از او کشور اجازه گرفته شد که مسلح در اینجا بالا میشیم. 20 تا 30 تا ویدیو گرفتن، تاریخ‌های مختلف، تاریخ‌های مختلف، ثبوت اسنادش است. انسانیت است که میای در اینجا از انسانیت اروپایی‌ها گپ میزنی. این انسانیت است که در یک جایی که تن فروشیستک از مجبوری یک زن سوء استفاده میشه، 10 نفر سر از او بالا میشه، پیسه میتوره. این کجایش انسانیت است؟ انسانیت که در افغانستان است، در بسته دنیای پیدا نمیکنی. زن، دختر، خانم، طبقه آناسیه، شزینه، اینا کسایی هستن، اینا کسایی هستن. اینا باید در هم در سوشال میدیا، هم در افغانستان، هم در خارج، در هر جا اینا باید الگو باشه. اینا باید الگو باشه. 4 دانه دختر افغان ما ندیدیم که در اروپا، در آمریکا خسته باشه، صدا بلند کرده باشه که ما در اروپا درس خواندیم. اینی از زور درس بود که امروز در یک کمپانی اروپایی کار میکنم. مکتب باز کنین که دخترای افغان درس بخونه، در بزرگترین کمپانی ها کار کنه. البته من ملامت نمیکنم، هستن بسیار زیاد، سنگ شمارم نه، بسیار زیاد هستن. دوست دارن نمی نظامه، آرام سکوت قرار ششتن. میفهمه که نمی نظام هر کار را که میکنه خودش میفهمه که چی کنه. کسایی که میای از حقوق زن گپ میزنه، کسایی که میای از درازه مکتب گپ میزنه، خصوصا همی دخترایی که میان در سوشل میدیا از درازه مکتب گپ میزنه و از درس و تحصیل گپ میزنه، ما به گذشته کس کار ندارم. گذشته کس چی بوده؟ به خاطر که رسول الله مبارک میگه اگر یک کس را شو دولت خراب دیدی، صبح او را به اونمون هم صدا نکن، میشه که شو توبه کرده باشه. ما به مو خاطر به گذشته کسی کار ندارم، اما حال یک نفر میگم. اشخاصی که من اینجا بازم میگم، کلگی ریاد نمیکنم که دوستان اگه کلگی ریاد میکنیم مثل زلایف چند شب پیش وره، یک تعداد هستن در خارج که از صدای زن، از حقوق زن گپ میزنه، خودش مطلق بی‌سواد، یک کلمه را یاد نداره، در پشت کمره استاد میشه، چیغ میزنه از حقوق زن. از یک چیز را جانی من 30 سال عمر دارم، در 30 سال عمر خود من دیروز یک نام یاد گرفتم. من یاد میکنم، اگر نام چتیات است من از کلگی معذرت میخوایم. نظیره کد یک دانه خبرنگار ایرانی، نظیره کد یک خبرنگار ایرانی، شانه در شانه رقم گریان میکنه، فقط شویازی ها مرده. میگه که دولت جمهوری اسلامی را ما بد میگیم، طالبا را بد میگیم. بازوی میگه آه ای او را برازو گریان میکنه، او برازو گریان میکنه. میگه ما میخواییم که خانم ها امی رقمی که در اروپا با بیکینی در لب دریا میره، در ایران هم بره. این بیکینی را ما نو یاد گرفتیم، او را سرچ کردیم در گوگل، زدیم که ای چیست، او را ما پسان فهمیدیم که بیخی دیگه چیز برامد. پسان از این سرچ های خود پاک کردم، گفتم یک وقت در سرچ درایم که یک رفیق اندیوال پیشت باشه، در سرچ درایم یک چیز سرچ کنی که او برای با ای کد از او گریان میکنه، او کد از او گریان میکنه. من که دیدم گفتم خو آزادی از این مردم اینی است، خو ای آزادی را نه این ما سعی کدم. ای افغانستان هستم، دمی کابل جان، در مرکز افغانستان هستم. طالب باشه نباشه، ارمان ای رقم آرزوها را ده گور ببرین. پدرت ده گور برده، مادرت ده گور برده، خگور ببره تا که ما زنده باشم در این سرزمین. نه احمد مسعود یک مصاحبه پنهانی داده، او را خانمش بیادر محکم گرفته که تا چی وقت بیادر من دلاب دریای چیز خواه کنم اروپا. هفته اینجا خوش ندارم، کابل بیادر یک رقم جور کنیم که دلاب دریای سینه و پامیر میگه خواه کنم. کده پیکینی گفتی، چی گفتی؟ او پیکنیک بود، ما چمیشی بودم یک دفعه گفتم دیگه ما ما این یک دو. مثل از چی واره در شبکه خنده، ابراهیم عابد و نبی روشن. ابراهیم عابد مستری بود و نبی روشن مشتری، موتورش خراب شده بود، آمده بود گفت اگه میره جور کن. گفتی چند پرزه ازی خراب است، اگه من پشت پرزه رای میکنم برو پرزه های زیری بیار. مستری آخه میره قمه است، موتور تک چک میکنم اگه برو این ریره بیار که پردم. گفت چی است نامش؟ گفت بگی قلم کتابچه بگی. گفت آبا در قند بگو چند پرزه است. گفت یک دو پرزه ایش است. گفت بگی قلم کتابچه یاداشت. گفت ما یاداشت چی کار داری؟ خب بگو میرم یارم. گفت این بغل ماشین یک چیز است به نام جرنگینگ فرنگ برونگ.
گفتم چی؟ گفت من گفته نمیتونم اونم. یک دفعه گفتم مامور پس گفته نمیتونم. مختور گفتم که یاداشت که خب آلی همون چیز ری که من گفتم یک دفعه گفتم دیگه پیکینی گفتی میکینی گفتی کدام چیز گفتی ما در اروپا هستم او را یاد نداریم او را ما در اروپا هستم یاد نداریم. اگر آزادی دمو هست ایدری جان خوش آمدی. اگر آزادی دمو هست، اگر حق زن دمو هست، اگر یکی از دوستای اماراتی، یکی از طالبای کرام در تلویزیون طلوع گفته بود زن با عفت، زن با عزت مثل چاکلیت با پوش هستک. امور یکم یک مثال که داده بود. دقیقاً حجاب، حیا، عزت، عفت، آرایش یک زن است، زیبایی یک زن است. اینمیال در میزیر لایف کلتان در لایف جانی در این طرف در این طرف هر کسی که هسته نه؟ بچه ها را میگم، دخترها را نمیگم، دخترها این کپ مربوط شما نمیشه. همی شما که مادرهایتون خواستگاری رای میکنن شرط اولتون چی است؟ اولین شرط نمی است که میگن مادر پدر کده و مادر کده باشه، خاندانی باشه، با حجاب باشه. صحیح؟ با حجاب باشه. این حال بچه دیگه وقتی که این شرط اول تی است، نه پیسداری شکار داری، نه مقبولی شکار داری، نه کشور خارجی و داخلی شکار داری، فقط میگی مادر کده و پدر کده باشه، با عزت باشه، با عفت باشه. این حال از ما افغان ها او رقم است. رقم است. از ما افغان ها او رقم است که با حجاب، با حیا، از اینا او رقم نیست. باشه میگه ایری لازم نداره. می چیز که آوردی میگه؟ وقتی که میگه او ای چند دانشوی کنه کده، او میگه که نکده، میگه نه ایره من نمیخواه. باید ایجی حداقل 100 دانشوی کنه کنه که اینا بگیره. استغفرالله. جان من چیز نیستم، من افغان هستم، افغان ضد کندار ولایتیم. چیر یه نه یه نه معلوم میشه راشم من سر پس کتل وگه بخورم ورکدنگ. دوستا و علیکم السلام، خوش آمدین. خانه تان آباد که در زیر لایف میاین، خانه تان آباد که گپای ما رو میشنوین، خانه تان آباد قصای وطنکی وطنکی نال مرم مردم چی میکنین؟ مرا طالبا برد، مرا طالبا برد. اینه گندگی، اینه گندگی. دموکراسی صدا میکشه، دموکراسی حمایت میکنه. به نظر من مرد نیست. والا بعد نگفتی تو و بدر دموکراسی مام نه کشورای دموکراسی زندگی کرده، مام نه کشورای دموکراسی زندگی میکنم. میال دم دو سه کشوری که اسنادش دارم کلش قانونش دموکراسی است، اسلامی است، اما قانون دموکراسی داره. امی دموکراسی بر ما شما جور نشده، بیا در قن جور نشده. بیخی مثال زنده برتان دادم. در دموکراسی هر کار را که یک مرد حق داره میکنه، زنم حق داره میکنه. وقتی که تو بر مرد گپ حق نداری که بگی تو چرا این کار کردی، تو بر زنم حق. مسلمان ها را من کار ندارم، من سر کشور خود گپ میزنم. مسلمان ها، خانمای افغان از نطفه، از این تولد باشه که اصلاح سازی کنیم. بچه مسلمان ها را کار ندارم، تو چی میگی؟ نه من میگم در قانون مسلمان ها کار ندارم. خب مسلمان های کل مسلمان ها رو بگم، خود مسلمان های افغانستان میگم، خود ما افغان ها رو میگم. من برو راجع به افغانستان گپ میزنم، اینا رو ویدیویت میگیرم میگه چی میگه. نه مسلمان های اروپا، مسلمان های امریکا، مسلمان های عربستان، مسلمان های هر جای از خود مسلمان داره، ولی فرق میکنه سیستمش. من سر افغانستان، سر کشور خود گپ میزنم. اما خانم های افغانستان یا خانم های افغان از نطفه وقتی که تولد میشه، در ذاتشان احترام به مرد است، در ذاتشان احترام به شوهر است، در ذاتشان احترام به برادر است، در ذاتشان احترام به پدر است. امی هر رقمی که در هر کشوری، در هر دنیا، از 100 دانه یک دانش اگر نباشه، ولی اکثریتشان است. پس وقتی است، ایره ما نمیگیم که بگیم ترس، ایره ما نمیگیم یک دقیقه پس میگیم. 100% مردم افغانستان زن و مردش احترام دارن و خورد خود و بزرگ خود. این یک تعداد خطا خوردگی که به در خطا خوردن، البته در اروپا مردمای افغانستان از افغانستان مردم زیاد زندگی میکنه، ولی تعداد زیادش سر چادرشان به در نماز خوانده میشه. خب دیگه قصه در کجا بود؟
و علیکم السلام دوستا، احترام 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 بود، حد احترام بود. ما از ما و شما کس از امی افغانا واقعا به پدر و برادر و شوهر خود احترام دارن. متاسفانه بدبختانه یک تعدادی که در خارج رفته، بازم میگم یک تعدادی که در خارج رفته، خودش که به فامیل خود احترام نداره، بازدگرها را تک تک میکنه که این ظلم است، سر تو ظلم است، حق ما و شما مساوی است، تو آزاد هستی نمی ثانیه ایلا کنی، تو آزاد هستی نمی ثانیه دیگه شه بگیری، تو آزاد هستی هر کار بکنی. با اونمو خاطر یک تعداد مسکینه گمراه میشه، ولی کسایی هست پدر کده و مادر کده است احترام به مرد، اگر حقوق زن و مرد میخواهید که مساوی شه، بفهمین که در اسلام چی رقمی را مساوی کده. درباره خانم‌ها دو سوره آمده در قرآن شریف، اما درباره مردا یک جمله هم نامده که بگه مرد، اما به خاطر زنا دو سوره آمده در قرآن شریف، زن یاد کرده در داخل قرآن شریف. پیش از اسلام زن جنس واره معامله میشد، مثلا میرفتی یک دختر میدادی چهار دانه گاو میگرفتی، یا یک بوجی گندم میگرفتی، یا یک بوجی آرد میگرفتی، یک دختر میدادی بازو دختر دلش که کنیز میگرفت، دلش که استفاده جنسی میکرد، دلش که هر کاری سر از اون میکرد پیشش بود، بازو که وقتی به چیز ضرورت داشت او را میداد از پیشش دیگه چی. اسلام بود که آمد از اینمی حالت یار نجات داد، اسلام بود که آمد گفت زن انسان است، زن حق زندگی را داره. اگر نه پیش از اسلام دخترا زنده به گور میشد، خانه هر کسی که دختر تولد میشد یا که نمره قم استفاده میشد یا که میکشتنش. اسلام بسیار حق بالا داره داده بر خانم ها، سوره نساء دقیقا آفرین دیگه. پشت از این گپا هر کسی که خودش مسلمان است دقیق کده میفهمه، درک داره. در اسلام حمید، در اسلام تمام آزادی ها بر انسان ها داده شده، بر مسلمان ها تمام آزادی ها، حقوق زن، حقوق مرد، تمام تحصیلات، تمام چیز. ای که بعضی ها بگذی وسط سوء استفاده کرد و مربوط یک مسلمان میشه، مربوط دینش نمیشه. تمام آزادی ها ولی در داخل چوکات اسلامی، بیرون از چوکات اسلامی نه، در داخل چوکات اسلامی تمام آزادی ها هست. هیچ آزادی نیست که از یک مسلمان گرفته شده باشه. ای که سوء استفاده میشه، ای که از اسلام سوء استفاده میکنه، اون جای خود داره. بلکن فالو کنین، فالو میشین، باش ما تو رو میوت کنم. تو میوت باشین، یک کمپاین نکو، دختر که کمپاین کرد بفهم که او دختر تنچانم، دختر جور نیست. اینی طرف دیگر را که سعی میکنیم، اینی طبقه مردها را که سعی میکنیم، اینی ها عکس دختر را میمانه، پروفایل نامش دختران را میمانه، میاد زیر لایف کده هر کس ریپلی بازی میکنه که باش فالوور جمع کنه. بعد پدر همی رقم دموکراسی را نالد. ایقا پوک است، ایقا قلاوده استی که تو رفتی سر طالب. ما راجع به اسلام گپ میزنیم، راجع به دین گپ میزنیم، تو رفتی سر طالب. دیگه چی گپ هست دوستای عزیز؟ در خارج چی گپ هست؟ ولا در خارج میکنین بشک خدا آمدن خارج چی کلک باشه؟ چی رقم رفته؟ بر من ببین ما خدا قول میتون تو آر آدم برو بایدر برو همون خود درس بده که همینجا بفهمی که موضوع گپ بگیره. برو ما را درس نده، همون خود در یک جایی برس. زمانی که من درس میخوند تو به دنیا هم نامده بودی، تو هیچ به دنیا نامده بودی. خانه بخریم وطن یا نه؟ داری پیسه؟ اگر پیسه داری یا بخر، کاروبار جور کنین، بزنس شروع کنین، یک چیز، یک مال بیارین از چین و عادی برار جور بشه، ایران و ترکمنستان. یک خبر خوش براتون دارم، پروژه تاپی آغاز شده بود، وقت کارش جریان پیدا کرده. فعلا ما یک سه روز با چهار روز با ایراد میرم از این پروژه. اگر من نمیفهم طالبای کرام اجازه میته نمیته، ما گپ میزنم. اگر اجازه داد ما از این پروژه از کار در ایراد یک رقم به صورت مگروان از کارش جانی همین کوچه و منطقه که در نقشه است فایبر نوری را تیر کده میره، اینترنت تیر میشه و پای گاز هم آغاز شده. بخیر از اینجا یک ویدیو میگیرم.
انشالله دیگه که نه والا خداوند خیر شما تو برادر. همین ما مردم اگه کمک وارد تعصب کنار بانیم، البته راجع به کلابیا گپ نمیزنم، کلابیا هیچ وقت تعصبشان از بین نمیره، ولی راجع به افغانای اصیل، اولادای اصیل افغانستان گپ میزنم. اگر ما بیایم یک ذره عینک تعصب ور داریم، یک کمک رو مرور بکنیم همین گذشته را، کسایی که سن سالتان خورده است، در این 3 سال اینقدر که خدمت در افغانستان امارت اسلامی کرده، در این 50 سال این حکومت ها نکرده بود، در این 50 سال به 3 آیت قرآن نکرده بود. در قسمت شاریدگیش، در قسمت کم و کسریش مکاتب است. در روز مگر شما یک جای هستم انتقاد میکنیم، انتقاد میکنیم، تو هم ناراحت هستی، ما هم ناراحت هستم، زور ما هم نمیکشه که ما زور بگیم چرا مکتب باز نمیکنیم. در تو قفاقات دیدی که خدمت بقانه شوه، خوب خوب جنرالای تا خوب خوب مارشالای تا هزارش کشید، موتو کی هستین دیگه؟ در اون قسمت انتقاد میکنیم، صدای خدا بلند میکنیم که شاید بشنوه، بیا در مکاتب باز کنه، ولی در حساب خدمتش بیا در 50 سال قدر خدمت نکرده بودم که در 3 سال خدمت کردم. بیا نادیده نگیرین، عینک تصوبتون رو بردارین. مهدی برادر و دیگه دوستا تشکر، جور باشین. حالا که ما بیا در جراب موندیم، ما چقدر قوی شدیم بچه، بدوانین طالبارا، بدوانین، بدوانین طالبارا، طالبارا پوچاقایش باد کنیم. مهدی، مهدی طالبارا دوان. خوش آمدین کلتان، خوش آمدین. طالب ها در تیکتاک نه آمده که از تیکتاک. ای خدا و راستیز برد میگم امید، با قرآن یعنی ادب، تربیه، پرنسیب، فرهنگ، تمام چیز از این مردم آدم یاد بگیره. اینه من گفتم به خدا، اینه ما بخی خدا و راستی بخی، اما تو در پیرش سلامی زدم، من گفتم واقعا که شما مردم همین حکومتم بکنین خدا. اینه اینه کده اشرف غنی امارت خوب نیست. اشرف غنی یک عمر در مقابلشان جنگید، با قرآن سرباز امارت اسلامی چند روز پیش، 3 روز پیش بود، من بالا آوردم یک نفر سرباز امارت اسلامی برآمد از چیز، از غزنی، با قرآن اینقدر ادب، اینقدر تربیه، یک پیره نگفت کم یک سر پشت سر تو چی میکنه. طالبان صد کارش یک طرف، صد کارش یک طرف، یک کار از اینا یک طرف. با ناموس و با عزت است طالب، که کدی طالب پدر کشتگی هم داشته باشی، هر مشکلی که داشته باشه، کدی خودت میداره، کدی خانم، کدی خواهر، کدی سیاسر، کدی جزه فامیل کار نداره. با اونمو چشمه که فامیل خود میبینه، ناموس خودش از با اونمو چشم ناموس تو رو با عزت و با احترام میبینه. اینمی کارشان است، اینمی بردشان است. بیادر مگه هر چی که بزنی بازم در راه خدا نباید آدم تقل باشه و چی باشه، کج باشه. این مردم هر رقم سیاست میکنن، هر رقم سیاست دارن، پیش پرده، پشت پرده، اما با ناموس از دمی 3 سال برای کل افغانستان ثابت ساخت، برای کل افغانستان نه، برای جهان ثابت ساخت که اینا چی با ناموسیشون به ثبوت است. میبینیم بیادر، در گذشته دیدیم، در گذشته اگر سن سالتان خورد است که گذشته رو شما خبر ندارین که این طایفه چقدر بین در ام تیک تاک سیل کنی، یک دانه آمیان همی جباتی که تشکیل دادن، یک از اینا ناموس داره؟ کل شرابی، کل جور باشی مهدی برا. یک دوست ما سوال کرده بود که یک سوال است، چرا پشتون ها را توهین میکنن همیشه؟ چون پشتون تمام اقوام افغانستان نور چشم ماست. پشتون یک قوم است که در دان وطن فروش همیشه زده و میزنه، حتی که از خودش باشه، حتی که پشتون خودش باشه، در می فرق فرقش میزنه، ولی دیگر اقوام امو خائن خدا قهرمان جور میکنن، خائن خدا شهید جور میکنن، خائن خدا بیادر در سر خود میشانن. پشتون خائن خدا میزنه و قدرت هم نمیگیره، دیگه خائن تو رو میزنه، تو زدن میکنه که عین ایزارشان رو میکشه. یک ویدیو رو پیدا میکنم، این ویدیو رو سعی جانی خواه، صبر، این ویدیو رو سعی کن کلتان دوستا ببینین این ویدیو رو. گرچه تو دیدی به خاطر که خودت رایی کردی رو برمه، ما الگ ویدیو رو براتان پلی میکنم، فقط گروه قومی کمتر
ترکیب قومی در ارتش افغانستان چگونه در نظر گرفته شده بود؟ کیها راضی بودند و کیها ناراضی؟ نخستین بار در سال 2002 وقت ارتش افغانستان ایجاد شد، در واقع جمعی از ملیشه های اتحاد شمال بودند. محمد قسیم فهیم وزیر دفاع بود. او میخواست که پنجشیری ها در ساختار ارتش و نیروهای امنیتی دسترسی و کنترل داشته باشند. تعداد تاجیک های با نفوذ در میان آنها بودند. بعدتر جنرال کارل آیکنبری اقدام کرد برای افغانستان یک ارتش ملی بسازد. او میخواست از همه اقوام در ارتش شامل باشند. میخواست ارتش بسازد که درست آموزش دیده باشد، نه مجموعه ای از گروه های ملیشه. آیکنبری کار را با حامد کرزی و محمد قسیم فهیم آغاز کرد و میخواست مطمئن شود که رهبری ارتش تنها به دست تاجیک ها نباشد. هرچند رهبری ارتش افغانستان برای مدت طولانی به دست تاجیک ها باقی ماند. وقت گرفت تا رهبری و ساختار عمومی ارتش کمی متنوع شد. همچنان بسیار دشوار بود که حس ملیگرایی در میان ارتش افغانستان ایجاد شود. این مشکل حد خلاصه یعنی رقم وضعیت بود داخل افغانستان، یعنی تو گوی در گویی بود. اینا رو یه سوال خلق میشه، نه سوال خلق میشه، باجیک در اینجا سهم نداشت، کولابی بود. باز چطور دامن اشرف غنی رو گرفتین؟ تو اگه فروختی، اگه معامله کردی، اگه در قدر خود تو بودی. اشرف غنی خوبه در کشور فروخته شده که تو فروخته بودی آمده بود، تو فروخته بودی. یسرا جان نشه کدی که اگان موضوع دیگه قند کاکا اینجا را خیال کورس کدی که میگی اگان موضوع علمی که مردم آگاهی مردم بالا شوه. اینجا که یک کلمه آگاهی بگی کدی قفاق در دانت مزنه. ای کسایی که در زیر لایف مست اشتاد فیصدش هم میگم 20% مردم های خوب نامایی را که گرفتی نامایی را گرفت بجز از اشرف غنی اونا کجا آدم بودن؟ موضوع علمی ملمی ده اینجا به درد نمیخوره. اینجا فقط گپ رو بزن. یگان تا میگه که افغانستان قدر تعریف میکنه، برو افغانستان، نه داخل افغانستان هستم. خیر خیر تیس، هیچ کدام گپ نیست، آرام آرامیست. اینجا ما بیایم موضوع علمی بگویم. موضوع علمی چی بگویم؟ از تکنولوژی گپ بزنی. خود راستی پیپسی فروش های اروپا میای خود سر ما تاجر در اروپا معرفی میکنه، گفتنش هم خوب نیست. نمی کسایی که در اروپا هستن 80% تان با الله قسم از 80% تان گارسون موترشوی کارگر مردم مزدور ده کمپانی ها صفاکار تمام بته کالایش بشی خانهش پاک 80% شگه 80% تا نگری می رقم نباشین. بگو راست میگم وای ما تازه از این مسائل یک هفته 8 سال از برامدیم. 20 سال که من اینجا کار میکردم، ظرفشویی، قابشویی، زمینشویی، بیادر هزار رقم کثافت شویی ده که بگیم ما اینجا کردیم. او برادر راست میگه، دروغ نمیگه. همینجا همین تعداد زیاد یک دقیقه تعداد زیادتان در خانه سالمندا کار نمیکنین، پمپر پیرمردار عوض نمیکنین، پمپر پیرمردار عوض نمیکنه. خب راست میگه، چرا باز کارتون میگه پیرمرد داخل از چتلی خود کنه. این حال اگر من لایف بانم بگویم خود دخترایی که در اروپا کمپانی دارن شرکت دارن بیاین بالا، یا بچه‌هایی که در اروپا کمپانی دارن خدا راستی که در زیر از لایف جای نمیمونه، بیار تو مرا بالا. دیگه چیز خنه یک نام کشی خمه کنه بیار بالا. والا ما در دوسلدورف در داخل بانوف کمپانی چی دارم؟ دوسلدورف و بانوف چی چی میگم؟ بانوف کجاست؟ دوسلدورف کجاست؟ بانوف من نمیفهم میگه یک شهر از جرمنی به نام بانوف. یک شهر است اینجا دوسلدورف. موقعیت ها معلوم است، آترس، دیسلدورف، هامبورگ، منشن، برلین. مگم خیر است که در اروپا نیستیم خب؟ مگم من نمیقدر از اروپا آگاهی دارم با اونم قدر که خود داری یک زبان آلمانی ای بچه، من خبر داری که در اینجا هر کس دو بزنه هر عکسی که باشه او را میلگانم خب؟ دو نزن، غرضش نگی برای آمین دوست عزیز، سر ما خود اعلانتین مگم مشت نمونه خروار من که اگه اینجا میزنم از 90 نفر 80 نفرش نشته میکنم اید راست میگی پس نمی دیگه کل دان در اروپا هستن، یا در فرانسه هستی، یا در جرمنی، یا در اتریش، یا در هلند، یا در سوئیس، یا در نروژ، این دمی کشورهای اروپایی هستی. همین گپای که میزنم از 80 نفر از 90 نفر 80 نفرش نشته میکنه که راست میگی. پس وقتی که اینا میگه راست میگی، از 100 نفر 80 نفر تان دمی کارم هستن، دمی کسبم هستن دیگه که میگه راست میگی. حالا خو من خو اشتباه نمیگم. یک موضوع اینا ما برات میگم.
اینمی جا اکثر افغانایی که در اینجا هستن اینمی 80% گفتی راست میگو برادر، 80%ش قابشویی، ظرفشویی، شارواله بیادر اینمی کارهایی که بیادر حتی در خانه مردم اوتوکاری وی ما برات میگم هزار رقم چوکیداری، هزار رقم کسافتکاری که از من 20 سال خود میکار کردیم ما برادر، 20 سال ما خودم میکار کردیم، 7 سال 8 سال است که من بیادر کار شخصی دارم. خب خب گوش کن، همین کارهایی که شما در اروپا میکنین همی 80% میگم 100% نه همی 80% کارهایی که شما در اروپا میکنین به ذات پروردگار قسم است که نمی کار در افغانستان کنی ما برد وظیفه پیدا میکنم 2000 نفر 5000 نفر 20000 نفر 1000 نفر اونجا 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 چطور این کار کنه؟ وای غرورش قبول نمیکنه، اونجا اونجا غرورش قبول نمیکنه، شرمش می در اینجا که من گوی مردم دکتر جان قنچیال داری طرفایت خیرتی است بخیر بیشتر گفتمت که اکثر 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 افغانایی که اینجا هستن من خودم به این منطقه خودم هست در منطقه خودم هست اکثر افغانایی که در اینجا آمدن تازه آمدن در خانه سالمندان کار میکنن پمپر پیرمرد عوض میکنن با زمیر بگو در افغانستانی کاره بگو ولی اگه بکنه این کاره اوه غرور ما قبول نمیکنه پمپر یک کفره پمپر یک خارجی نمیتونی در اینجا عوض کنی باز در افغانستان که بگو این کاره که باز میگی نه یک شرم هست یک دختر در تیک تاک ویدیو منداخت من یک قصر یک دفعه کدیم یک دفعه دیگه هم معلوم میکنم خب سر قوارش گپ نمیزنیم خب قواره چیزی است که خداوند ساخته سر قوارش گپ نمیزنیم اگه نه رفیده واری بود خب مرویشه نه نه نازک دراز این رقمی نازک دراز یک دانه یک قدم داره که من که دینه میقدر قد خود پیش استاد چم در شانش نمیرسم خب ما پرستار هستم هر روز هر شب لایف میامد ما پرستار هستم ما پرستار هستم ما پرستار هستم ما هم خواهی یک دکتر رفیق داشتیم، اندیوال داشتیم، دوست، آشنا، دکتر داشتیم، پرستار ما هایت فکر میکردیم که آدم 7 سال طب خونده و این فعلا در اروپا پرستار است، پرستار کدام تایی را گفته بود که از این وظیفه یک ویدیو پر تو ویدیو مندازه صافیگک در دستش هست میز صافیک و کلکین صافیک و آشپزخانه صافیک و باز ویلچر از زنکی پیر بگی من گفتم خیال ننه خدا این طرف طرف میبره باز میره طرف کار اصلی خود ویدیو را دو دقیقه جور کرده بود پس آن دیدم که آدم همی زنای پیر در اروپا جمع میکنه لایف آمده بود در زیر لایف ازی رفتم گفته مال همی تو پرستار همی هست مگه اینمی خودش پرستار است من پرستاری میکنم از یک خانم اینمی در اصل یک پرستار ما توی پرستاری میگی ما ایره در افغانستان نزی میگیم اگر از دیر قمی پرستاری میکنی بیاد افغانستان از ما رکو $1,000 ما برد میتونم ما 70,000 ما 60,000 ما برد میتونم خانه را جارو کو کالا را بشوی دیک کو آشپزی کو پشت سودا برو تا بگرد با موتر را بشوی کلکین صافی کو یکان پیتاو میتاو که برامدیم چوکی موکی را بان فرش مر شوار کو ایره پرستاری مگه نه نه چرا سمسی موضوع کنیز چرا نمیگی؟ چرا نامش نمیگیری کنیز؟ او کنیزیست اگو پرستاری نیست پرستاری ما دکتر هم میگیم چرا ما از قد میگذاریم که ولی نه ما که در این اروپا آمدیم دیگه خلاص ما در بهترین شرکت ها کار میکنیم در بهترین دفتر ها کار میکنیم کی میگه کدام کی میگه که اول آمدی همچین گویر اگه مردم در اینجا میخوره نمیخوره بیادر در اینجا هزار رقم کسافت کاری رو میکنی راست میگه برادر هزار رقم کسافت کاری رو در این کشور ها میکنیم باز که در کشور خود ما بریم بیادر همو اندازه سرسوزنش نمیکنه او غرور ما ایره قبول نمیکنه اگه همه قدر کار رو در کشور خود میکردیم همه از اون غیرت های بیجای ما استفاده نمیکردیم امروز کشور ما آباد بود به شمول خودم ایره میگم 20 سال خودم در اینمی اروپا 20 سالش حداقل کسافتکاری و بیادر اینمی قابشویی و فلانشویی و بستانشویی کردیم یک 4-5 سال است که بیادر کمک بار پیسه جمع کردیم یک کار شخصی برای خود جور کردیم قرار ششتیم اینجا دب کردیم پیسه ما میه تشکر دوستان عزیز از کامنت های مقبولتان از محبتتان میفهمم مرا بسیار زیاد دوست دارین رویتان نمیشه که بگوین اینی کسایی که مرا دو میزنه ای در اصل محبت از احترام است که محبت خر پس لغتی است دو میزنه از خاطر همین مایی که مرا یک بسته کن بگرارتون که چو پستین دوست دارین رویتان نمیشه من میفهمم همین مایی که مرا یک بسته کن ای تو چی میگه؟ در کجا درس خوندی؟ این ما در کجا درس خوندی؟ ما میره میگم یاد کجا درس خونده میگه اگر کسافت کاری میکنیم به انسانیت احترام دارد نیم جمله سر خودش نیم جمله سر مردم این ما در کجا درس خونده در کجا درس خونده مالیتون کی است
اشلی بدی خاو. این مردم فقط اینه میره یاد گرفته باش که این مردم ما انسانیت یاد بدم. گوش که بچه که تو انسانیت یاد بدم. ما در اینجا انسانیت داریم. انسانیت ایره نمیگه که زنا رو در پشت ویترین قطارک استاد بکنه. ای و از حقوق زنتان او رو نمایش بده، از مجبوریش سوء استفاده شوه، باز بگوی که خودش راضی است. او راضی است به خاطر که نیاز به پیسه داره که راضی است. لوچش بکنی پیسه یکی روز ده نفر سر از اون بالا شوی، کجاش انسانیت است؟ ها ای کجاش انسانیت است که میای دریجه از انسانیت اروپایی ها گپ میزنی؟ این انسانیت است که در یک جایی که تن فروشیستک از مجبوری یک زن سوء استفاده میشه، ده نفر سر از اون بالا میشه پیسه میدوره، ای کجاش انسانیت است؟ انسانیت که در افغانستان است در بسته دنیای پیدا نمیکنی. خب تو خر هستی، تو نمیفهمی. خیر است، در آینده های بسیار نزدیک امی کسایی که زیاد دموکراسی میکنند، در آینده های بسیار نزدیک جانی عزیز زنش و خانمش و ننایش هم خود دیدی دیگه. آه دیگه چیزی کش توی دراو میکنی خواه، یک چیز طبیعی است. از یک طرف دموکراسی میخواین، از یک طرف حقوق زن میخواین، از یک طرف یک نفر رهبر انتخاب کردین، رهبر انتخاب کردین که یک روز زنش نامده، زن احمد مسعود در رسانه نگفته که من از حقوق زن دفاع میکنم. زنش نامده، خوارش نامده، خوار خدا، زن خدا، کل شده کده که بیادر روچه کار بکنه برش، از حقوق زن خودش آمده دفاع میکنه. احساساتی شدی؟ حقوق زن نه، احساساتی نه. چیز گل بزنین، گل بزنین. احساساتی نشو، احساساتی نشو سر از این مردم در گوش خر یاسین خواندن است. فقط کار خدا بکو، توکلت به خدا. مزاق کرده ما ملت، من گفتم گل بزنین یا نه که گپ تیر کنیم، شما راستی گل میزنین. خواه امی کسایی که ما رو در افغانستان میکشتین، در کجا افغانستان میکشین؟ چی رقم میکشین؟ در کجا میکشین که بیایم پیشتان؟ سر کوی اندوکش، سر کوی اندوکش. مگم اینمیال میگم اینا جانی شاید باشه که دمی تیک تاک شهرت هم داره، دمی تیک تاک چهار نفر میشناسش که با سبا روز من نمیادم شاید میکشم سرتان. سبا نشوه که باز من هفته با هفته دوم یک هفته بعد یک دو هفته بعد من پس میرم قطر، میرم باز من در قطر برسم، باز وقت نگویی که اگر نرسی به افغانستان نمیال دو هفته وقت دارم. در کجا بیاید؟ در کدام ولایت؟ در کدام ولسوالی؟ در کدام قریه؟ بگو بچه زال شار منتظرت هست. ما حالا برات ثابت میکنم. گجاشو صبر کن، برات ثابت کنم، صبر کن. زال شار منتظرت است در سر کوه اندوکش. تو اگر مرد هستی سر کوه اندوکش بالاشو. یک ویدیو ما اپلود کرده بودم. افغانای عزیز دقیق گوش کنین، 200 نفر هستند الان. اینی آدم در سر کوه اندوکش است، به گفته خودشان نیرو از نگاه نظامی، برین که دک نظامی بشینین براتان تشریح میده. از نگاه نظامی خب نیروهای زمینی و هوایی در دست امارت است، نیروهای زمینی و هوایی. باز اینی آدم در سر کوی اندوکش میشینه، نان پخته میکنه، دوت میکنه. امی عقل کی اونجا هلیکوپتر بالا میکنه، دکنت کده مرمی میزنه. اینی مردم آمدن، مردم بازی میده، بازی داده روان هستن مردم خود. البته در سر کوی اندوکش بالا شد، در سر کوی تاجیکستان بالا شد، یک روز از او کشور اجازه گرفته شد که مسلح در اینجا بالا میشیم. 20 تا 30 تا ویدیو گرفتن، تاریخ های مختلف، ثبوت اسنادش است. ریشه کم کو در اونجا، دگر لباس بپوش، گریم کو، لبایت خشک کو، چیکار کو در اونجا برو تو بالا ویدیو بگی. اینال یک دو سه ماه که گپای از اینا کلان شیش دیگه، کدام نام از اینا از بین رفت، سعی کن که دیگه ویدیوش با آپلود میشه یا نه. ویدیو از اون وقت است که سر کوی تاجیکستان گرفته شده، ولی تاریخ های مختلف ورش داده که در کدام تاریخ اینا آپلود شده. این چی بود؟ خب در ایران بلک لیست هستم. خب یک اگر بلک لیست نمی بودم در اینجا پیش از این مرفتم در ایران هست مجواب داد کرسه. این مردم آدم لالان میسازه که آدم این دارم سر کوی اندوکش بالا شد. این من سر کوی اندوکش هستم، کجا هستم؟ آفرین. دیگه
رنگ و رنگ قصا روان است اینجا، رنگ و رنگ پا روان است. یک وقت دمی شور خوردنی در زیر لایف، تو آدرس بده، تو در کجا هستی، تو در فلان هستی، تو در فلان هستی، این آدرس افغانستان. من در کشورهای خارج، من در کشور خارج نه جنگ میکنم، نه کس را آدرس میتونم، نه در آدرس کس میرم، بخاطر که در پولیس میخواید سر اقامه تو هم یک خط کش میکنه سر ازو، میگه برو بخیر بوری. من نمیخوام، من خطور کار خراب نیست، من نمیخوام بیخی در خارج پدر زور پدر کلام دست دبسته دنیا شما زور. هر وقت که جنگ کده نیستی من در داخل افغانستان هستم. راستی بچه حمید، من حکومت تشکیل دادم، ویدیو خود آپلود کنم، دیدی؟ چی رقم؟ ویدیو حکومت تشکیل دادم. نه والا ویدیوی تا ندیدیم. حکومت در طبیعت، اون از تلفون دیگه تو که حکومت در طبیعت. نه حکومت در طبیعت، در طبیعت چی دارم؟ حکومت در طبیعت من تشکیل دادم، حکومت هر کس که میخواه اشتراک بکنه بیا در بیا حکومت، کلگی حکومت جور کرد، ما هم حکومت جور میکنیم، جور باشین دوستا، صافی جور باشی بعد دیگه دوستا، کلگی بیا در حکومت تشکیل داد، ما هم حکومت تشکیل دادیم. از 1 میلیون تا خدا کنه که بیخی 40 میلیون باشه، گوشه استادش میکنم. چی هستی؟ یک تعداد میگه ما افغان نیستیم، تاجیک هستیم. یک تعداد میگه ما افغان نیستیم، هزاره هستیم. یک تعداد میگه ما ازبک نیستیم، از افغان نیستیم، ازبک هستیم. یک تعداد میگه ما افغان نیستیم، سادات هستیم. خو یک تعداد است که میگه ما افغان هم هستیم در قوم تاجیک، افغان هستیم در قوم هزاره، افغان هستیم در قوم سادات. اینیا که از حق زندگی را داره داخل افغانستان، اینی گروه دیگره. حساب میکنیم چند میلیون میشه؟ 1 میلیون. فرض کو 1 میلیون میشه. آجل یک در شورای امنیت سازمان برادر صفحه چمینال بیادر صبح من کلمه رو خراب میکنه، ما 1 میلیون هستیم. ما کلا نفوس از اینا رو 500 نفر شمار کردیم، حالا تو امور 10000 نفر رو شمار کو. بیخی من میگم 1 میلیون، خب به خاطر که می چی شوه سیستم برابر شوه، 1 میلیون نفر استات میکنم، عکسایشون رو میگیرم، ترکیه آوره دیتابیس برشان جور میکنم، 60 بایومتریک از سه طرف، از این طرف، از رو بر، از این طرف عکسایشون رو میگیرم، استات میکنم، لیست از اینا رو در سازمان ملل رای میکنم، میگم اینا افغان نیست، ازبکش ازبکستان میگم کار داری، اگر گفتگ نه میگم دیگه گله نکنی، تاجکش میگم تاجکستان کار داری، اگر گفت نه میگم بول، مغولستان میگم افغان نیستن، کسایی که افغان نیستن. اما کسایی خواهد گفتم تو گفتم شد... برو من اینجا چیز میکنم، من اینجا بغل تو که ویدیو میگیرن اونمو رو باز پخش میکنن گروه شرف ساد اصلاف مرش میکنم. افغان نیستی، افغانیت را قبول نداری، افغانستان را قبول نداری، نه کشورها را میگم اینا را کار دارین، ماجر کار داری، پناهنده کار داری، کارگر کار داری، هر چی کار داری بر توی میکنیم اینقدر نفر که گفت ما کار نداریم، باز استادش میکنم، اما تو قطار استادش میکنم. یک خوب یک فارم کلان جور میکنم، گوداری نه بزداری به اونجا میرسیم، یک کمپانی بسیار کلان جور میکنم برای کمپانی لبنیات، فارم گوداری، خود کمپانی را به نام کمپانی بز میمانم، نام کمپانی کمپانی بز است، شیر بز، قروت بز، ماس بز، چکه بز، پنیر بز، تمام چیزها را من با دهی کمپانی تولید میکنم، روان میکنم اروپا، میگم اروپا یا اینی چی رقم شیر و ماس و قروت و دوغ و چکه است، اگر گفت ده بیست اشلی بدیخ باز وقت برش میگم که بیادر، ما خوی نمی نفرها را بر تو رایی میکدم تو قبول نکردم، ما خوی نمی نفرها را بر تو رایی میکدم تو قبول نکردی، این حال سایکو تولیدات چی رقم یا کار میکنه، یا نه حق سفر داره، نه حق ازدواج داره، نه حق از این شهر به این شهر، یا فقط اندمو شهر کار کنم، اونمونجا پیر شوه، اونمونجا بمره، اونمونجا دفن شوه، اونمونجا کفن شوه، خلاص یا دیگه از اونمو تا که اینا پیر میشه و میمره باز طبقه جوان افغان را اونجا در کمپانی مقرر میکنیم که یا اگر رفت در جایش افغان ها کار کنن و بالاخره چی شوه، اینا کشتن از اینا که اینا بکشی هم گناست، اینا را اگر دیپورت کنی هیچ کس قبولش نمیکنه، اینا را اگر مثلا عذاب بتی هم رای خدا نیست، فقط سر از این خر وره کار کو، به خاطر کی یا یار به چی جور شدن، زمین بلده قلبک زمین سر از این گندم سر از اینا چی کو گندما را که دبات میته که دانش علایده شوه و امو کا و گپاش علایده شوه،
کشت کو درو کو اینی کارا را سر از اینا با سر از یادم وقتش تو یک رقم یک رقم رشوت خورا و رمید و عکسه که ما دم نرم شدی از عصبانیت افتادی چرا؟ مادر کس نرم میشه تو چی رو نشان میتی برادم؟ 30 سال عمر ماست و میدی تو مدافع حقوق زن است میگه من صدای زن افغان هستم. خب بعد پدری او زن انالت که تو صدای از او باشی. یک گپ دیگه بزنیم. تمنا زریاب پریانی، زرمینه زریاب پریانی، دو دانه خواراست، پنج دانه خواراست، سه تای دیگهش کس چوچکک است. امرای مادر خود پدر از اینا فوت کرده. خدا گردن مرا نگیر. یا فوت که یاد افغانستان است بالاخره. اینا چیغ زدن از پریان و پنشیر هستن، چیغ زدن که طالب. پایشان رسید در جرمنی، همی فعلا در جرمنی است. آل چرا مبارزه نمیکنه؟ آل چرا صدای خدا نمیکشه؟ آل چرا سکوت کرد؟ چرا گم شد؟ در مقصد رسید دیگه، چی اونمو مقصدش بود؟ مگم اینجا جوانایی هست مثل جانی وره که در جرمنی هست گپ میزنه. مگم اونا در جرمنی رسید گفت خوبه در خن. آل چرا؟ در جرمنی رسیدیم آزادی داریم، آبادی است، عیش است، معیشت است، دیسکو است، شراب است، کباب است، کلچ. آل چی ما بهم زنده باد احمد مسعود یا زنده باد طالب؟ اینمی را را انتخاب کردن رفتن خلاص. ای وجدان کار داره، ای غیرت کار داره. به مقصد خود برسن. چیز احمد مسعود از اونا سو استفاده کرد، اونا از احمد مسعود سو استفاده کردن. متوجه سی؟ هر دو از یکی دیگه سو استفاده کردن. او احمد مسعود میخواست از طریق از اینا نام نظام بد بکنه، اونا میخواست که در مسیر خود برسن. اونا در جایگاه خود رسیدن، احمد مسعود بیچاره هنوز همونجا مانده. در یکی ضرر کرد احمد مسعود، نامشون بد شد، لعنت در فرق شد، لعنت در نام شد، لعنت در طایفه شد. یک قصه کی رو برد کنم جانی؟ در این وقتا در این روزا یک بچگک به نام کاکو، هم بچگک خورسن است، از هلمند است فکر کنم یا زابل است، در تیک تاک پیدا شده، بسیار بچه وطن دوست است، بسیار به می موضوعات وطن و سیاست که به خوبی وطن باشه بسیار زیاد طرفدارش است. اگر دیده باشی که در مسیح بزواک 3-4 دانه ویدیوش برامده، که در مسیح بزواک در یک جای بس داشت، ما با وجودی که اسیب زواک از سواد و از ادب و از اخلاق گپ میزنه، دو سوال از اسیب زواک کرد، خدا رسی جا مانده بود. اسیب زواک چی میگه؟ میگه در لایف ما که میایی اصول داره لایف ما، اینجا لایف نیست که تو بیایی ناخونایت نسای که خالکوبی، بازوایت خالکوبی، شانهت خالکوبی، ای خود اسلام گناه داره. نفر گفت خوی نمی دموکراسی است، تو دموکراسی را نقد میکنی، تو میای اینجا سر طالب گپ میزنی که ما دموکراسی نمی دموکراسی، دلم که خالکوبی کردم، دلم که ماند میشه. و دوم دیگه، ما میفهمم که گناست، ما پذیرفتیم که گناست، تو گناهت میپذیری، ما پذیرفتیم که نمی گناست، خوب نیست، و میگم که طرفدار مورد نیستم. یعنی جانی خوب گپای میزنه نفر، بسیار بچه پخته معلوم میشه، بسیار بچه قوی معلوم میشه، بسیار بچه پخته معلوم میشه. سعی کنین سر خالکوبی مردم گپ میزنین، گپ از دموکراسی بزنید. در دموکراسی سر خالکوبی نباید کسی گپ بزنه. در دموکراسی دلت که درویت خالکوبی میکنی، دلت که در بازویت میکنی، دلت که در شکمت، از اینی قسمت، اینی قسمت سعی که از ما اینی جسای که شکسته در تسلیات، اینی قسمت شکسته. خدا راستی من میگم که نمی اگر رقم شوه که ایره پوت کنم عملیات شوه، هر شوه که میره پوت کنم کالگان تو نگه این قاش خود کل کده استایل زده، اگر نه این شکسته است. ما بچا یک دانه اینجا از چین می آمدن طرف افغانستان، در تیاره در ویندو سیت ما برابر شده بودم، در وسط یک دانه خارجی بود، این طرف یک دانه. حالا ما چی بگویم؟ دارنده پاسپورت افغان بگویم یا افغان بگویم؟ افغان خور قمی نیست، خواهم اگم پاسپورت افغانستان داشت. سلام، خوب هستی؟ صحتت خوب؟ جانک جور بخیر؟ او بچه تو بچه هست یا دختر کی رقمی گه؟ تو تو پیچک نمی رقمی گه اینجش غار از چیزک انداخته بود، نگینک انداخته بود، سه دانه اینجا قطار انداخته بود، یک دانه اینجا مویاک، یک رقم نازک ناز دناز گپ میزد، لبا لب سینی کدگی. گفت تو از افغانستان هستی؟ گفتم یا زی افغان نیم، خوب زی پشاوریم زی نیم افغان. او اخترد ما را علاقت خدا میدن، او تا دوبای 6 تا در پرواز چقدر سوال از ما پرسان میکرد. ایج گفتم ما برادر خندیلا کرد ما را،
ایلاک ما چینایی رو نه احمد مسعود در گوش خود داشت نه من اینال از دوستای خود احمد مسعود همه کسایی که میشناسه شنیدیم چی احمد مسعود پیران خود بالا که در نافش از سیخکا بود میگه در دو تا نوکه سینه خودم از سیخکا انداخته او را من نیدیم همی سیخه که در قاش انداختن در زبان سیخ تیر کدن شش دانه آله اگر دختر یا خانم به خاطر استایل گوشواره از خانم است، انگشتر از خانم است، انگشتر طلا از خانم است، یک چیزه که ظریف از خانم است، عالمی تو که اینقدر ده خانم بودن خود خوش هستی برو پیش قصا برم پر بکن و سپر تو دیگه ده کارهای زنانه که قدر خوش هستین ده میکب و دارایش ده قدر چیزا خوش هستین برو رو سپر تو مرد به خدای نمی رقم مزمته نمی رقم ما برادر قند امیریش بر مرد است همی زن که ریش میشانه چه قبط معلوم بشه زن یک زرگه که ابروش می آجلی یک میرو رو میچینه یا کومیش یک زرگه که موی میکش او رو آجلی یک میرو میچینه بخاطر که برش خوب نمیگه بر ما و تو که بچه شیرمی خوب میگه بر ما و تو سعیست یا کل کل کو یا بانش مگم تو که او رو میگیری سیخک ده اینجا تیر کو قیتک ده گوش پر تو ده گوشواره پر تو انگشترا که نمی رقمی قطار است این ده ای خواده ای که شست خود انگشتر انداختن چی گه پس استایل است ما چی هستیم دموکراسی است اگه اینجا آزادی هر انسان حق داره و که آزادی داشته باشه و هر انسان حق داره و که تا و بالا بسکلان این بیاد هر قند پشته میگه پا ناره تکبیر الله اکبر گفت خاله جان چرا خشتکت جالیست گفت دموکراسی است بچه مود از مود حالا خشتک ننای از اینا جالیست اگه توریست توری میگه مود از دموکراسی است خو ملت یک سوال دیگه همه کسایی که دوست دارن دموکراسی را طرفدار دموکراسی هستن دموکراسی را با تمام مانا دوست دارن خب در دموکراسی هر کاری که تو میکنی خانمت هم حق داره بکنه بدون هیچ نوع ممانعت دخترت هم حق داره خواهرت هم حق داره مادرت هم حق داره همی کسایی که من در اروپا میگن ما طرف چی فرق نمیکنه چی اروپا چی داخل افغانستان داخل افغانستان هم از این مفکوره زیاد است کسایی که طرفدار دموکراسی هستن همی هر کاری را که خودت میکنی آزاد هستی آیا برای خوارایتون هم همین رقم میخواین هر کاری که خوارایتون بکنه اجازه میتین اگر میتین بیا در رقم دیگه سر دموکراسی گپ نمیزنم میگم اینجا خیلی مردم از من خفه میشه بفرمایید جواب بدین در کامنت بفرمایید مثلا یک نفر دوست داره که خوب تمرین کنه بازوار کلان کنه سرای شانش خوب هم تو بودی بلدر آره پوندیدگی خوب هم تو سکس پک دشار کد یک شورت کد یک تیشرت بگرده که تو خوب شو داشته باشه بر دخترها اگر این شوق اگر این شوق خوارایشان بکنه جانی به نظر اجازه خود داد افغانایی که افغانای اصیل هستن ما پیشترم یک نقطه را در اینجا اشاره کردم که اسلام تمام آزادی ها را بر مسلمان ها داده تمام آزادی حقوق زن حقوق مرد حقوق طفل تمام آزادی ها را بر مسلمان داده شده ولی در چوکات اسلامی در داخل چوکات اسلامی بیرون از چوکات اسلامی نه در قدم اول دموکراسی یک قانون انسان است قانون الله نیست قانون انسان است. درست است که ما در کشورهای دموکراسی زندگی میکنیم ولی احترامشان داریم مطابق قانونشان ما رفتار نمیکنیم تو بیا برو به بدر سر کن دلچ کن من دلم نمیکنم من اجاب میپوشم من نماز خدا میخوانم از من ایره کس گرفته نمیدانم ولی یک قانون است که در این قانون همجنسگرایی است شراب خوردن است مرد با مرد ازدواج کردن است و خیلی چیزهای دیگه است در قانون دموکراسی در قانون اسلامی گپا نیست ما قانون اسلامی خدا پیش میبریم مجبوریت ماست که در این کشور به عنوان یک مهمان یا مهاجر زندگی میکنیم ولی ما قانون خدا پیش میبریم قانون اسلامی خدا پیش میبریم ما در مکتب اشتکای خود رفتیم ثبت نام کردیم وقتی که در آلمان ثبت نام میکنی با ضروج فرمایی است که بر تو میده که خانه پوری بکنی با فرمایی است که تو در اوجه نشته است که اینجا درس دینی است اوجا من میگم نه اولاد من مسلمان است در درس دینی اشتراک نمیکنه اوجا او ممنوع میشه به طور مثال سه شنبه
دیگه اشتکا تا ساعت 3 بجه 4 بجه درس میخونن، از ما طفلک من ساعت 12 بجه میاد چون درس دینی شروع میشه، بازور نمیمونم. در کودکستان اوجا نشته است که اشتکت مسلمان است یا مسیحی، گوشت خوک یا نه. البته در اکثر کودکستان پرایویت که نباشه گوشت خوک کلا ممنوع است چون از هر طبقه مردم میره اونجا، ولی باز هم فکر خودم میگیرن که بعض شیرنی باب است یا چیزایی که است گوشت خوک همین چیز روغن خوک دیگه و دیگه قاطی دارن، اونا رو فکر خودم میگیرن که براز داده نشه. اگر براز اونا داده شه شکایت بکنی کار از کار خود برطرف میشه. پس ما در اینجا قانون اسلامی خود پیش بردارم، فقط مجبوری من نمیست که ما یک مهاجر بودیم بدبختی اومده در کشورش مهاجر شدن دیگه کلا، ولی قانونشان اگه ما بخوایم پیش بریم با قانون از اونا رفتار بکنیم، در قانون از اینا شراب خوردن، همجنسگرایی، مرد با مرد ازدواج، زن با زن ازدواج، دیگه اون قانون چیز اسلام قبول نمیکنه، مسلمان قبول نمیکنه. دقیقاً همینجا ملکه جان نشته کردی که در اروپا کلگی به عزت زندگی نمیکنه، کی کلگی ریاد کرده؟ من میگم که امی داشپزخانه که هستین وقتی که نان جور میکنین متوجه دیکتان باشین، گای پیاز شور میتی، گای کچالو رو شور میتی، گای طرف لایف کومن نشته میکنی، گرد وات میشه از پیشت، او طرف دیگه میسوزنی، طرف این تو گپای ما رو کج میشنوین. نبین از داخل آشپزخانه در لایف، از داخل آشپزخانه در لایف نبین، از سر کارتون در لایف نبین، پشتی جورو داده سدم خانه رو جور میکنی هم در لایف کومن نشته میکنی. دم داخل آشپزخانه باش، دیگ میگه که جمع شد که خلاص شد، بیا لایف هست ایکو. اینی جمعه ما اگر همه زنیم تو میگی که در بسته اروپا کلش به عزت نیست، عالم اینجا خودم زیر لایف من 100 نفر در زیر لایف جانی 100 200 نفر کل از یاد اروپا زندگی میکنه. اینجا که بگی اروپا یا به عزت است، اولش جانی نمیمونه، دومش یک کل مردم انتقاد میکنه، دوستاست، رفیقاست، اندیوالاست. ما جرات نمیکنیم که بگیم 80% تو اومدی میگی در اروپا کلگی به عزت نیست. کی گفته که در اروپا کلگی به عزت است؟ سواد داره، تحصیلاتش پایین نیست، اینمی فعلا ملاقه در دستش هست، دست خودم سوختان ده نمیال که این میگه بزدم ورخطاش دست خودم سوختان ایسو دیگه شور بده او سوشتوکش نمیال چیغ مزنه نه نه نان بیار مکتب نوخ شده، از او طرف شوی زنگ داده که شو بیایم خانه اینجا همی چیز بخطا نکنی میکشم در خانه، ایسو خانه ناجورو، اوسو هزار رقم مشکلات آمده در زیر لایف میشته نکنه که اینی رقم نکنین، رویتان خدا ببینه کارهایتان خلاص کنین لایف بایر اونو سطح فکرشان بسیار پایین است، شما به بزرگاری تان اونا رو ببخش نه لایف فرض است نه سنت، سرگرمی است سرگرمی او تو میکنه دست خودم سختان بکر رو بردار کال ازار مزارتون با نمومان نسوزانی که دیگر خراب بیده بکش از برق بکش قرای که در لایف هیچ کار او تو کاری آشپزی چیزا نمی خب نگذاریم از دیگر سیاست که داشت بسانه در آمد بفهم که اینه برای 5 دقیقه فکر سیاست دواز می سوزانی 5 دقیقه فکر کن که نظام افغانستان میتیم مکمل سرچپه میشه، کل مردا کارای خانگی و داخلی زنا کلش میاد قدرت، یا پروردگار اگه اینمی طایفه اگه سرگ گلابی رنگ نکرد خدا قسم تو چی خواه قسم خدا گلابی رنگ بلان منزلا کلش باید شیرچایی باشه، یک خانه کودک جور میتونه بسته کشوره، سرکا گلابی، پایای برق نارنجی، تو برو که کاپی پیس زیاد کنی برو بچه بلان منزلا رو کسای کنی آبی، من سلام کاپی پیس زیاد نمیخونم، دو دفعه سلام نوشته کنید میدت میکنم، چی برسه که در یک صفحه نوشته کنید کاپی پیس کاپی پیس کاپی پیس به خدا اینا بسیار خوب خمیشه خود اگه چیزی که رنگ در دنیاست نیم سرک یک رنگ نیم سرک دیگر رنگ پیاده روا دیگر رنگ گلابی شیچویی آسمانی جوبچایی کم رنگ یک رنگ های عجیب غریب در بسته بلند منزلا رو نمرکمی اما خوب است که آقا جان جور باشی بیر امسال رنگ سال چی است؟ امسال رنگ سال مثلا گلابی است. باسته کلوار رنگ سال باسته نمشار که داره یک تکه یک رنگ بود نگفتم کاپی پیس کنی کجا کاپی پیس کنی حتی که یک نفر دو میزنه اینجا دوشم میبینم تیر خودم میارم ولی که کاپی پیس چه ببینم باز که سلام بدی میدت میکنم بلا خوبه انشاءالله علیکم از آن بیدار باشم
و قرآن نه. هر روز پرده خانه تبدیل، پرده اتاق تبدیل، قالینات او چی حال شد به مو قرآن؟ اقتصاد نیمی دنیا رو گلید انسان بالا حق مصرف بالا میشه، حق مصرف بالا میشه که یک پرسان نکن. دور باشین دوستا. آقا جان نظر لطف کن است. تانکیو باشین. سلام کارش جانه بخی گم است. خودت گم استی، ما رو میگی گم استی. ما روز نمیگی استیم. کجا گم است؟ اینجا حاضری میدم. ما روز وظیفه ایم است. آقا جان بیدار در بروتای جانم. جور باش. آراتیست هم شکست بدنیم. اون او طرف سات ماندک ما رو بازی دارد. این کی هست که تخنیک میزنه؟ صبر کنم سعی کنم. مگه تو نماز خطرناک داره که من نماز رو خوانده نمیتونم. نماز بسیار خطرناک است. امی کسایی که دو میزنن دیگه نظر به دموکراسی دو میزنه نه؟ نوش جانتان. نوش جانتان بچه های دموکراسی استن. در دموکراسی خو کار هم از سرمایه هم از زندگی هم از پیسه هم از چقدر دارین که رقمی که پای کلان کلان میدارین؟ من اینجا در دموکراسی زندگی میکنم. اینجا آقا جان برای من پیسه چای بوره تیل موتر کرای خانه کل چیز رایی کدک. من پیسه زیاد دارم. خوشم.